شاید برای بسیاری از افراد جامعه این سوال مطرح باشد که ثروتمندان و میلیاردران جهان چگونه و کجا پولهایشان را مصرف می کنند. در این ویدیو تلاش صورت گرفته تا معلومات در این باره برای دوستان فراهم شود و ببینند که آنها پولهایشان را به کدام راه ها به مصرف می رسانند و خواهید دید که برای مصارف کلان چه راه های موجود است که ثروتمندان عالم پولهایشان را صرف کنند. تا ختم این ویدیو هیچ جای سوالی برایتان باقی نخواهد ماند. با هم این ویدیو را تماشا میکنیم. با پیگاه باشید. ثروتمندان دنیا پولهای خود را کجا خرج میکنند؟ ثروتمندان دنیا برای خرج کردن پولهای خود روشهای مختلفی دارند. این روشها از خرید خانه در نقاط مختلف دنیا آغاز و به انجام سفرهای عجیب و غریب میرسد. با گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، مرکز تفریحی بسیاری در دنیا وجود دارد که برای این ساخته شده است که ثروتمندان از آنها استفاده کنند و بتوانند پول خود را در آنجا خرج کنند. و همانطور که گفته شده، رفتن به این اماکن برای مردم عادی شدنی نیست، چرا که نیاز به پول هنگفتی دارد. برخی از سرگرمی ها برای خرج کردن ثروت را در ادامه می خوانید. خرید خانه. خرید خانه برای بسیاری از ثروتمندان فعالیت مورد علاقه آنها محسوب می شود و خیلی از آنها پول هنگفتی برای خرید آنها پرداخت می کنند. به طور مثال خرید یک پنت هاوس در منطقه در آمریکا نزدیک به 350 میلیون دلار می باشد. سفر در لایه استراتوسفر. از مهیج ترین تصاویر برای هر انسان دیدن زمین از ارتفاع بالا و مسافت دور است. ولی این کار برای همه شدنی نیست. یکی از گرانترین فعالیت های که ثروتمندان علاقه زیادی به انجام آن دارند سفر به لایه استراتوسفر زمین با استفاده از بالون است. البته منظور از بالون، بالون‌های معمولی نیست، بلکه آنها نوع خاصی از بالون‌ها هستند که برای جو خارج از زمین ساخته شده است و می‌تواند در ارتفاع 36 کیلومتری سطح زمین در لایه استراتوسفر قرار بگیرد. تعداد مهمانانی که در این بالون جای می‌گیرد 4 نفر است و این بالون می‌تواند به مدت 2 ساعت در لایه استراتوسفر حرکت کند. اجاره جزیره خصوصی. برخی از جزایر کوچک جهان که خالی از سکنه هستند توسط دولت مردان آن کشورها به اجاره گذاشته می‌شوند و اجاره یک جزیره خصوصی قطعاً جزء تجارت‌های گران قیمت جهان محسوب می‌شود. اما ساختار این جزیره ها به گونه است که در صورت اجاره داده شدن مستاجر به هیچ چیز نیاز نخواهد داشت، از خدمه گرفته تا امکانات تفریحی دیگر در این جزیره مهیا شده است. تعداد متوسط افرادی که در یک جزیره برای ارائه خدمات به ثروتمندان ساکن هستند 80 نفر است و متوسط تعداد ویلاهای یک جزیره 25 ویلا می باشد. هزینه گذراندن یک شب در این جزیره ها به طور متوسط 170 هزار دلار آمریکایی می باشد. سفر به قطب جنوب. خیلی از مردم علاقه زیادی به گشت و گذار و دیدن مناطق مختلف جهان دارند و هر یک از آنها با توجه به بضاعت خود مکان تفریحی مناسب را انتخاب میکنند و در این بین ثروتمندان هستند که میتوانند به نقاط دست نخورده و بکر سفر کنند. یکی از این مناطق قطب جنوب است. شما می توانید با پرداخت 185 هزار دلار یا به عبارت بیشتر از 2 میلیارد تومان به نقاط دست نخورده قطب جنوب سفر کنید و در ایگلو بخوابید، پنگوینگ های امپراتور را تماشا کنید. فتح قله اورست. گروهی از رهبران کوهنوردی که سابقه طولانی در این کار دارند می تواند افراد مشتاق در این کار را در 4 هفته به قله اورست برسانند، در حالی که این سفر به طور عادی 2 ماه به طول می انجامد. هزینه این سفر 150 هزار دلار آمریکایی می باشد.
اقامت در هتل. منظور از اقامت در اینجا تنها گذراندن یک شب است، اما گذراندن یک شب در گرانترین هتل جهان که در کشور سوئیس قرار دارد. گذراندن یک شب در پنت هاوز هتل پرزیدنت ویلسون در کشور سوئیس 70,000 دلار هزینه دارد. پروازهای لوکس. خیلی از افراد برای اینکه به جای لوکس سفر کنند حاضرن هزینه هنگفت پرداخت کنند و بر همین اساس برخی از شرکت های هواپیمایی خدمات فوق لوکسی را به مشتریان ثروتمند خود ارائه می دهند و در ازای آن دستمزد هنگفتی نیز دریافت می کنند. هزینه این سفرها به هواپیماها 32,000 دلار آمریکایی می باشد. مانیکور ناخن. شاید به نظر برسد مانیکور ناخن های دست نمی تواند جزء فعالیت های گران قیمت محسوب شود، ولی هیچ چیز اثراتمندان بعید نیست و آنها کار می کنند که مانیکور ناخن نیز جزء گرانترین فعالیت های دنیا به حساب آید. البته همانطور که انتظار می رود این مانیکور یک مانیکور معمولی نخواهد بود و برای تزیین ناخن از الماس و طلا استفاده می کنند. قیمت مانیکور برای هر ورد وابسته به الماس که استفاده می کنند متفاوت است، بلی گرانترین الماسی که می توان از آن برای تزیین ناخن استفاده کرد 25,000 دلار ارزش دارد. دوستان عزیز، تشکر از این که همیشه ما را در بهبود چینل همراهی می کنید. امید این ویدیو طرف توجه شما قرار گرفته باشد. تا تهیه و نشر ویدیوی بعدی شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگاران همگی تان خوش.